اکست وقتی میفهمه قاشق رو بردی خارج برای خودش همه فهرانه سیسماس هیشکی موندنی نیست سیسماس از بیره چی میومد تو زنه بانشوق لیزیمی حالتون چطوره؟ آقا خوش اومدید به یک ویدیو دیگه در کانال یوتیوب من. آقا امروز یه مهمونه خیلی ویژه داریم، اگه گفتید کیه؟ با من شوخی نکن، من حمله بر میشم به تو. معلومه کیه؟ حالا من نایدم یعنی منو تو تصویر بنگرندگی ندیدین؟ آنیز کرمی بچه بعد مدت ها بعد کلی اتفاقات ما هم یه یوتیوب بگیریم. ما تو حالا بوده یوتیوب هم گرفتیم؟ من با تو یه احتمالی تو نگرفتی، تو هم نگرفتی، تو چی گرفتی؟ آها جمعیتی بوده، دوتایی نگرفت، تا به حال نگرفتیم. موضوع ویدیو در مورد چیه؟ در مورد توییت های سم در توییتره. یه سریاشونو شما واسم فرستادید، یه سریاشم خودم پیدا کردم، یعنی خیلی سمه. بریم ببینیم که یه سریاشم هست که مال یه سری آدمای سمه که اونا ارزشی نداره. خانم پاله زینجا تیکاشو میزنه. با لباس زیر حاج آقا واسه خودم ماسک درست کردم، اینجوری همیشه بوی تنش توی دماغمه. حالت خوبه الان؟ بیمارستان نیستی؟ حاج آقا چطوره؟ این فکر نمی کنم واقع نیست، واقعا نجیم نه. وای ولی فکر کنم همچین داستانی باشه. به نظرم که ایشالله همیشه موفق باشی. خوبه حالا ماسک درست کردی، باش چیزایی دیگه از این بدتر من اینکه دلمه درست میکرد اونو بخونده مهمونم. لباس زیره آقایی درست لباس زیره آقایی به عنوان دمکنی از لباس زیره آقایی استفاده کردم که بوی عطرش رو همه مهمونا رسوند. این دیگه خیلی سم میشد بابا، بوی لذیذش. سال فروشی دقایقی پیش در تهران. ها این دیواره، قیمت 5 تومن. زده چیزی لازم میگم قطعا دوستش باش دعواش شده، عکس اون یکی رو برداشته گذاشته. به خدا پا رو دومن بزنیم با عکستون همچی کارایی میکنم. چجوری دیوار همچین چیزی رو قبول کرده؟ واقعا اینقدر چیزای سم هست آخه دیوار. اولش بررسی میکنن بعد تایید میشه آگهی. چجوری میتونم کار کنی؟ وقتی قاشقت از خودت خوششانس‌تره. این یه قاشق نیست، فردای شب یلدا ارائه داشتم، شب خونه اکسم بودم، صبح با عجله اومدم برم دانشگاه، یه دنت شکلاتی، یه کاپوچینو و این قاشق رو گذاشتم توی کوله پشتیم. قاشق سالها یکی از زیپ‌های کولمون منظورش اینه که تایش بوده ندیدمون، اما رابطه تموم شد، من مهاجرت کردم و اینجا یه روز از تو مهاجرت کرده. این قاشقه که گذاشته بوده اونجا مونده بوده باهاش رفته. دروغ نمیگه بخواد مهاجرت کنه بعد اون کیفو بخواد از اون گیت رد کنه؟ البته قاشق که مشکل نداره، قاشق فکر نکنم چون چیزی نیست دیگه. بعد قشنگ معلوم از این قاشقای ایرانیه ها، فرشم ایرانیه، ولی فرشم ایرانی قشنگ معلومه. شاید هم ایسکام میگه، شاید آره، شاید تو خونه گرفته. نه بیاد قضاوت نکنیم، شاید این مثلا سفره رو یا فرشه رو برداشته و خودش برده خارج. میگه اکست وقتی میفهمه قاشق رو بردی خارج برای خودش همه فهرانه. یاد یه چیزی افتادیم، حالا نشد بگیم ولی حالا بریم بعدی. رفتم عروسی دوست دخترم، وسط مجلس بغض خفم کرد، به بهونه دستشویی رفتم که گریه کنم، دیدم چهار نفر دیگه دارن گریه میکنن. یزدی همه اکسات دعوت کردی. شب همه دوست و رفیقاش بودن مثلا، فکر کن از این مورد زیاد داریم، مورد طرف رو نمیکنی میدونی؟ آره دیگه. از فکر کن شوهره بفهمه کسایی که دعوت کرده این اکسای قبلی بودن. اونجاست که دیگه بده، بفهمه که دیگه هیچ کاری نمیتونه. آره دیگه. تو همدان یه پیرمرد هست که 40 سال هر روز کنار خیابون منتظر یه نفره، میگن اون قدیما با معشوقش اینجا قرار گذاشته ولی اون نیومده، الان 40 سال منتظر معشوق. خدا بغضی شدم از این مرد دوستا، بکن 40 سال منتظر باشه. الان پی ام سیم نمیزنی طرف میگه خدافظ بعدی. با 40 سال آره خلاصه از این آدمای با وفا باشید. پس اگه رفت دیگه، اگه رفت نه 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 الان اگه رفت واقعا بزنین بره. الان آره دیگه، الان واقعا کسی میمونه؟ اگه رفت واقعا بزنین
بر علیکی وقت تو هدر نده، برو سراغ یکی که یه آقا داشته باشه. هیچکی موندنی نیست. سیس ماس تو بی وفایی کرد و رفت، نمو قلب عاشق من بجز خانواده. تو بی وفایی کرد و رفت، نمو فقط خودتو دوست داشته باشه. بی وفایی کرد و رفت، نمو تم شدیم، بریم بعدی. خدا بسته دیگه داستان چیه؟ ببینید دستشویی چقدر تمیز. اصغر الان اینجا بود، مرد تمیز من. آدم دلش میخواد بره لیس بزنه اینجا رو از بس که اصغر خوب شسته. میخوام وایسم نگاه کنم اینجا رو چون بوی اصغر رو میده. داداش حالت خوبه؟ چیزی مصرف کردی؟ به خدا حلال خور بوده. چرا مردم گلاب هم برینه آدم باز یه جوریه، میگه این از گوارشش رد شد. من فقط اونجای حالم به هم کرد که گفت میخوام لیس بزنم دستشویی ها انقدر که خوب تمیز کرد. گم شبه گفتم برم گیر از این تصویر سازی کن. آقامون رفته دستشویی، برم ببینم چه خبر. بوی ادرت چقدرم تمیزه. خدای تمیزه ولی قشنگ معلومه با وایتک. شاید هم لیست زده تمیزش کرده. وقتی دوستم شب خونه ماست و دوست پسرش بهم پیام میده زینب همه زندگیم پیشت، مراقبش باش لطفا. آقا منم بچه بودم همش به من پیام میدادن میگفتن فلانی پیشت، مراقبش باش، مراقب خانومیم باش. من تا جایی که یادمه همه دوستام میگفتن سینگل بدبخت بودن. یه بارم یکی از دوستامون اومد دم در خونه، میگم یادت باشه دوستمون رو کتک زد رفت. زیاد وارد این قضیه نمیشیم دوستان. بریم بریم. ولی بگید ببینم دوستای شما هم اینجوری بوده؟ اگه بوده خاطراتتون رو تعریف کنید توی کامنت ها میخونم. بریم بعدی. نام درس مطالعات اجتماعی، امتحان بوده، شماره صندلیشو نوشته روی زمین نشسته بودم. دلم واسش سوخت. تو اتوبوس یه کاپل دیدم، اومدم عکس بگیرم و توییت کنم تا فشار بخورن که متوجه شدم اکسامه. خیلی بده، خیلی حسه بدیه. فکر کن مثلا تو حال خودتی، بعد بگی با این دوتا چقدر به هم میان، مثلا پسر پشتش بهت بذار یه عکس بگیرم در دوستا رو سرویس کنم، بعد یه دفعه برگرده رخ تو رخ چش تو چشید، بعد تو اینجوری بمونی. حالا من یه ذره رمانتیکش کردم، ولی خب یارو میزنه زیر گریه دیگه احتمالاً. اگه براش مهم باشه اکسش آره دیگه. آره اگه مهم باشه. ولی اگه مهم نباشه میگه اینو من توفش کردم تو خوردیش. مثلا یارو فهمیده باشه که ازشون عکس گرفته، دختره به مثلا پسره بگه که برو اون دختره بگو عکسمونو پاک کنه از اون عکس گرفته، بعد بیاد ببینه اکسش بیاد بگه میشه عکسمونو پاک کنی. وو این دیگه خیلی بده. یعنی چقدر طرفتون بعد شانس باشه که همچین اتفاقی بیفته، توی یه اتوبوس باشه اکسش باشه، دوست دختر اکسش هم باشه، عکس هم بخواد بگیره که هرس در بیاره و خودش هرسش در بیاره. چه کارمایی پس داده حالا که همچین اتفاقاتی واسه تون نیفته. سر دشمن سر آدم هم خیلی بزا داموستن. بریم بعدی. طرز استفاده صحیح از فر گاز، فر گاز اینه توش همه چی چیدن. آره خدای چرا؟ من بچه بودم و اونم توی فر گازمون همه چی میچید. سیخو نمیدونم قابلمه و قابلم بزرگایی که جای جا نمیشه تو گاز بودن میشه. دقیقاً. یا اون تفلونایی که نباید بهش دست بخوره. آره. بعد همیشه وسایل آچار ماچار اون پایین گاز که میدی بالا میشه. آره میدی بالا. دقیقاً اونجا میذاشت. ولی مال اینا چه کوچولوئه. آره جمع چقدر خوبه، ترتمیز سفید مفید. داره بد میشه. حسه فرد سیبیل، حسه فرد ساله. اینو توپ والیبالش هم گذاشتن، یه والیبال تمیزه یه دونه کثیف زده. این والیبال فرد سیگاری، والیبال فرد سالم. راستی چیزیو که میخوان رد بدن به فرد سیگاری سیاهه. آره بعد فکر کنم مثلا این حسه سیاه زیاد بود، فقط این سپیده بود. تصویر چی میومد تو ذهنه؟ چقدر من عالم سم شده شدم. خواهرم اینو زده در اتاقش،
بیدارم کنید میکشم. این فرنازه. هشدار که آرامش ما رو نخراشی. این قشنگ فرنازه. بیدارش میکنه. پایینش نگاه چی کار کرده؟ چی؟ کسی که منو بیدار کنه. خونه کسی که منو بیدار کنه. بیدار نکنید. واقعا خیلی رو مخ خدایی. فکر کنم مثلا ساعت 11 یکی بیاد بیدارت کنه. 10 11. من خودم کلافه میشم. اون تایم خوابمون همه به هم ریخته است. آره دیگه. جدیداً به هم ریخته. ساعت 1 و 2 نصف شب همه هم میشن یوتیوب میگیرن یا مثلا دوره هم میشین مافیا بازی میکنن. سر همینه. وگرنه خب ساعت معقولی ساعت. یا ولی مادر هستم. متاسفانه اینطوریه. گاد مادر. گاد فادر کی؟ اوکی اوکی. نوشته این سمترین توییتی بود که من دیدم. واقعا بدتر از این که با دوست پسرت بیرون باشی فامیلت ببینتت چیه؟ با دوست پسرت بیرون باشی و فامیلای شوهرت ببیننت. واقعا دیدن خیانت و عادی سازی میکنن. عادی دارن جلوه میدن یه سری مسائل و این اصلا جالب نیستش. حتی قالب طنز هی دارین اینو تو ذهن همه جا میندازین و اصلا چیز درستی نیست به نظرم. اصلا خواهر فرهنگ غربی هم اصلا خیانت چیز اصلا هیچ واقعا قشنگ نیستش. فکر کنین دوست داریم مثلا با خودتون همچین نمیتونم جمله رو کامل کنم با خودتون همچین کاریو بکنم. آفرین آفرین. مرسی از پشت صحنه. ولی هستن کسایی که اینجوری ان ها، یعنی آره، شوهر دارن ولی دوست پسرم دارن. چیز عادیه مثلا شوهرم دوست دختر داره فکر نه دیگه اونجوری دیگه تگزاس مگه واقعیتش هیچ جای دنیا خیانت چیز عادیه. خب جم تی وی چرا پس اینجوریه؟ واسه همینه که نمیذارن ما ببینیم. واسه همه که کانالش قفله، پس قفلشو باز نکن کودک. آقا یه سری چیزایی که تو دنیای مثلا توی جم تی وی قفله رو من به چشای خودم حتی دیدم. تو هم حتی دیدی تو نزدیکای خودت. آره فهمیدم. جدیدن هم زیاد دیدم. بجز بچه های اکیپ ما هیچ دوست دیگه ای نداریم. آفرین ما خیلی دوست داریم. خیلی ها هستن که حتی اسمش شما هم نمیدونیم ولی خب ما تو نزدیک خودمون داشتیم آفرین. و دیدیم مثلا تمام... یکی از دوستامون الان تو اتاق هست. آره. ولی شما تا حالا ندیدینش. شاید هم دیده باشینش ولی نمیشناسی. آره نمیشناسی. اینکه هر چیزی هم ما میگیم مرتبط با دیگران نیستش. یعنی اگر هم حرفی زدیم یا تیکه چیزی هم انداختیم صرفا با بچهای خودمون نبودیم. اینو آره که درک. خب بچه ها مرسی که تا اینجای ویدیو با هم بودین. اگه از این ویدیو خوشتون اومده باشه ما پارت دو هم واسهتون باز میگیریم. خیلی زیاد شد، خیلی چیزای خفنتری دیگه خفنتره. خیلی چیزای خفنتر دیگه پیدا میکنیم. یس آفرین. حتما حتما این ویدیو رو یه دوگمه قرمز این پایین سابسکرایبه اونو لطفا فشار بدین. لایک رو بکوبین قشنگ اینجوری صدای برون بهش بیاد بشنویم ما درست میگم. کامنت انگلیسی یادتون نره برای اینکه سابسکرایبتون نپره برای اینکه زنگوله رو قابل بمالش. کلا باری کلا خرمز بر تبل شادانه بکوب پیروز و مردانه بکوب. هیچ بابا پشت دارن یه کاری میکنم ترام ریخت. نوش نه من پتر میگم هورا نوش جان آشغال تو رفیق من بودی من به تو اعتماد کردم نامسان فلامسان دست سرازی من به تو اینگه مثلا دختره بعد بشینه همیشه یه گوشه هیچ کم نگاش نکن. تو آره بابا میخواد دوست دختر نداری. نه آبجیته دیگه حالا مگه چشه. I'm gonna go to the bathroom.